نسبت به حضرات حسنین سلام الله علیهما، حضرت مجتبی و حضرت ابی عبدالله، پیغمبر مکرم معظم ما که درود و خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد، فضائلی را هر از چندگاهی بر مسلمانان و مردمان می‌خواندند و گوشزد می‌کردند در عظمت این دو گوشواره عرش و فرخندگی آنها و عصمتشان و دانششان و امامت و ولایت هر دو. گاهی البته حدیثی می‌فرمودند که مخصوص امام مجتبی بود یا مخصوص حضرت سیدالشهدا بود، مثل این که فرمود و اما الحسن فله هیبتی و سعدتی، یا مثل این که فرمود که حسین منی و انا من حسین، یعنی مخصوص امام مجتبی یا مخصوص امام حسین حدیثی فرمودند. گاهی هم نه، حدیثی می فرمودند که هر دو عزیز را و هر دو امام را و هر دو بزرگوار را در بر می گرفت، مثل الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، مالند این که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون، فرمود یعنی الحسن و الحسین، مالند این که یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، فرمود اللؤلؤ و المرجان الحسن و الحسین، مالند این که در زید این آیه شریفه کفلین من رحمت الله، فرمود دو کفل از رحمت الله، از رحمت خداوند، یعنی حسن ابن علی و حسین ابن علی. از احادیثی که بسیار مشهور است و همه مسلمانان آویزه گوش دارند، شما هم شنیدید، بسی شنیده اید و متاسفانه اشتباه معنا میشه و غلط ترجمه میشود، این حدیث مشهور معروف است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا، حسن و حسین هر دو امام این امتند، چه بنشینند و چه قیام کنند هر دو. اشتباهی که در ترجمه این حدیث هست که حتی میبینم گاهی چاپم میشه یا گفته میشه یا حتی توسط آقایون که گفته میشه این است که گمان میکنن ترجمه حدیث این است که حسن و حسین هر دو امامند، چه حسن بنشیند چه حسین قیام کند. غلطه. پیامبر نفرمود الحسن و الحسین امامان و ان قعد الحسن و ان قام الحسین، بلکه فرمود الحسن و الحسین امامان، قاما هر دو یا قعدا هر دو. هم امام مجتبی قیام داشتند و هم امام حسین قعود داشتند. این چنین نیست که بگیم امام حسین از اول سرور آزادگان جهان بوده است و مثلا فرض کنید زیر بار ظلم نمی رفته است و از اول مثلا قیام کرده است و شورش داشته است و نمی توانست از بپذیرد که زیر بار یوغ استبداد معاویه و یزید ابن معاویه باشد، و امام حسین هم خود رویش نرم بوده و از اول یه جوری ساخته و اصلا این نیست. حضرت مجتبی سلام الله علیه ماجرا این است که امیرالمؤمنین رو شبانه دفن کردند و مخفیانه، مانند فاطمه زهرا. در شب 21 ماه رمضان که روح امیرالمؤمنین به سوی خدا پرکشید، بدن نازنین امیرالمؤمنین رو شبانه غسل دادند، مثل بدن زهرای مرضیه، شبانه کفن کردند. در هنگام غسل و کفن و دفن نبودن مگر بسیار عده معدود انگوش شماری خواص، مثل اسبق ابن نباته. بعد از اینکه بدن مولا رو کفن کردن، در تابوت گذاشتن، به سفارش حضرت مولا جلوی تابوت رو رها کردن و انتهای تابوت رو امام حسن و امام حسین گرفتن، جلوی تابوت خودش بلند شد، چون امیرالمؤمنین امام است، بر امام کسی نباید مقدم باشه و زنده و مرده نداره. جلوی تابوت رو در حقیقت جبرئیل و میکائیل گرفتن، فرمود هر جا تابوت رفت شما هم برید. تابوت که به راه افتاد به زهر الکوفه، یعنی پشت کوفه آمد، یه فاصله مثلا 15 کیلومتری از کوفه تا همین نجف. نجف بلند بود،
نسبت به کوفه. همین الان هم اگر دقت کنید وادی السلام بلنده. به اینجا که رسیدن تابوت نشست، امیر المومنین فرمود اونجا قبری را برادرم نوح از دیرباز برای من آماده کرده. دیدن بله ما مشتبه دن قبریست و امیر المومنین رو مخفیانه دفن کردن. چرا امیر المومنین مخفیانه دفن کردن؟ چون می دانستن که بعد نوبت حکومت معاویه و بنی امیه است 80 سال و اینها اونقدر دشمنن با امیر المومنین که بر فراز تمام منبرها امیر المومنین را دشنام خواهند داد و لعن خواهند کرد و اگر دستشون به قبر او برسد نبش قبر می کنند. برای اینکه اونها نبش قبر نکنند و اهانت به قبر نکنند 100 سال قبر امیرالمومنین مخفی بود. جز خواص شیعه کسی نمی دانست که قبر مولا کجاست. گاهی زین العابدین می آمدند سر قبر امیرالمومنین، صورت بر قبر می گذاشتند، می خواندند السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیرالمومنین، تا انتهای زیارت امین الله. ولی کسی نمیدونست قبر مولا کجاست. در زمان هارون الرشید، زمان امام صادق سلام الله علیه، اواخر منصور، اوائل هارون، امام صادق چون بنی امیه از بین رفته بودند دیگه خطر اهانت نبش قبر نبود، فرمودند که این قبر جدم امیر المومنین است. علنی و هویدا شد و مشتاقان و دلدادگان و شیعیان و شیفتگان مولا به زیارت قبل مولا رفتن. قرار از این است که روز 21 وقتی که امام مجتبی و سید الشهدا از دفن فارغ شدند در خانه نشسته بودند. مردم کوفه در صحن مسجد کوفه اجتماع کردند و میگریستند بر فقدان امیرالمومنین. ابن عباس بلند شد گفت مردم کوفه، اگر علی ابن ابی طالب امیر المومنین ابوالحسن رفته است، بهترین جانشین را به جای گذاشته است. اینک حسن ابن علی هست، زاده رسول خدا، سید شباب اهل جنه. رسول خدا فرموده است الحسن و الحسین امامان، بیایید برویم و با پسر او نواده رسول و قرة عین البتول بیعت کنیم. مردم دیدن پیشنهاد خوبیه، همه آمدن در خونه امیرالمومنین. امام مجتبی را به اصرار و ابرام و پافشاری بلند کردند و آوردند بر منبر امیرالمومنین نشاندند. وقتی امام مجتبی بر منبر مولا نشستند، نگاهی به محراب کردند، نگاهی به منبر و زار زار گریستند در فقدان پدر. فرمود مردم دیشب ما کسی را به خاک سپردیم و کسی از دنیا رفت که در تمام غزوات و رزمها و جنگهای رسول خدا وقتی وارد میدان میشد جبرئیل و میکائیل از یمین و یسار او میرزمیدند و میجنگیدند. قدر آینه بدانیم چو هست، ندارن وقت که افتاد و شکست. مردم بیعت کردن با امام مجتبی، امام مجتبی شدن خلیفه رسمی. اما معاویه در شام قوغای فتنه ای دارد و دو مرتبه فتنه انگیزی میکنه، یقینا به امام مجتبی گردن نخواهد نهاد. لذا امام مجتبی دستور دادن در نخیله کوفه که پادگان مانند بوده مردم اجتماع کنند و آماده بشن برای نبرد با معاویه. جمع شدن 10,000 نفر در نخیله کوفه آماده شدن، لباس رسم پوشیدن، وسایلشون آماده کردن، اسباشون آماده کردن. امام مجتبی پسر عموی خودشون عبیدالله ابن عباس را سلشگر این 10,000 نفر قرار دادن. فرمود شما به عنوان سپاه پیشتاز حرکت کنید به طرف شام، به طرف معاویه، تا من هم با عده دیگری بیام. اونها حرکت کردند. امام مجتبی 40,000 نفر دیگر رو بسیج کردند، آماده کردند و حرکت کردند. سپاه 10,000 نفری که جلو می رفت به مدائن رسید. مدائن کجاست؟ مدائن 35 کیلومتری بغداد تیسفون. من همین شاید 20 روز پیش اونجا بودم. 35 کیلومتر تا بغداد، یعنی نزدیک بغداد. اونجا که رسیدن سپاه اتراق کرد. معاویه و جوبه مکر و مکاری و حیله و شیطنته. شبانه کسانی را از ستون پنجمش فرستاد. عبیدالله ابن عباس پسر عموی امام مجتبی، اون هم استاندار صنعا و یمن را در طی 5 سال خلافت امیرالمؤمنین خریدن. سلشکر امام مجتبی را خریدن. امان از پول، امان از پول.
تعجب نکن که مثلا حالا یک نفری مثلا حقوق نجومی، املاک نجومی، میلیاردی فلان، این رشته سر دراز داره. خیلی هم آدم نمیتونه مسخره کنه و اهانت. هنوز ما امتحان پس ندادیم. الان یکی از مشکلات ما در عراق، ارتش عراقه. چرا؟ ارتش عراق شیعه. یا میبینی به یه فرمانده یه پول عظیمی دادن، میلیون ها دلار، یه آپارتمان کذا، اینا رو مستند عرض میکنم، در دبی دادن، یه بخش رو ول کرد رفت. اصلا موصل به خاطر خیانت فرماندهان عراقی به دست داعش افتاد. که بعد از اینکه موصل به دست اونها افتاد، 25 فرمانده اصلی ارتش رو برکنار کردن، چون اینا خیانت کرده بودن. پول گرفتن راه باز کردن. پول گرفتن ارتش کشتن کنار. پول. اون کسی که در اینجا پول بیت المال رو برمی‌داره میبره، نمی‌بینه این همه شیعیان و مرتضی در کشور تشیع. خب این پول مال فقرا است، مال مردمه، فشارش جایی میاد. یه جایی فشارش اینا رشته سر دراز داره. امتحان رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلائق میرود تا نفخ صور. شما یه جوانی دلتون رو نبازید که آقا این چه خبره؟ مثلا یه دین حق و چی حق و فلان، چه خبره؟ همشه دزدی، غارت. در عراق هم دولت شیعه است و دارن غارت میکنن. اینجا هم یه گدهی هرچی میگن بابا از خدا بترسید، فسادهای اقتصادی گوناگون، از ریز و درشت. دینتون رو نبازید، این در طول تاریخ بوده. نمیخوام بگم کار خوبیه، یک کسی نگه که خب آقا مثلا توجیه میکنه، نه اصلا بس توجیه نیست. خدا لعنت کنه هر کسی به کشور مرتضی علی خیانت کنه. خدا لعنت کنه هر کسی که مال مردم رو بخورد و ببرد به اندازه یک قران، نه به اندازه 1000 میلیارد. خدا نبخشد و نیامرزد. اما شما دینتون رو نبازید سر مثلا فرض کنید فساد اقتصادی. این مطلب رو ما به شما نمیگیم، در عراق هم میگیم. الان توده عزیزان عراق یک عده جواناشون رو دارن میفرستن به جبهه های نبرد با داعش، حشد و شعبی و مدافعین. زن و بچه اینها یتیم میشن، بچه هاشون کشته میشن. یک عده هم در بالا در دولت عراق میلیاردها خوردن و بردن که خدا میدونه. یکی از نمایندگان مجلس که از دوستان صمیمی منه و معممه و بسیار انسان عرض می شود که متدین و شیعه درست حسابیه، ایشون به من گفت یه بودجه تصویب کردیم میلیاردها برای تأمین برق نجف و کربلا در دولت آقای نوری مالکی، نه دولت جدید، دادیم به وزیر عرض می شود که این امور، وزیر کهربا و قول خودشون. بعد از یکی دو سال گفتیم آقا این برق چی شد؟ میگه نیست. آقا قرار بود خریداری بشه مراکز تولید برق و جنات، نشده. پوله چی شد؟ هیچ جواب نمیده. هیچ جوابی نمیده که پول کجاست؟ خورده و برده. عبیدالله ابن عباس 5 سال استاندار امیرالمومنین بوده در صنعا و یمن. معاویه کیه؟ معاویه کسیه که 2 تا پسر 11-12 ساله همین آقای عبیدالله ابن عباس رو یک جانی به نام بسر ابن ارتاد فرستاده، مثل داعش حمله کردن به یمن. این خودش از ترس بسر ابن ارتاد که مثل داعش امروز بوده در رفته. بسر ابن ارتاد آمده 2 تا پسر 11-12 ساله این رو گرفته، سرشون رو تو دامن زن آقای عبیدالله ابن عباس ذبح کرده. زن عبیدالله ابن عباس مادر این دوتا بچه، وقتی سر بچه هاشو تو دامنش بریدن، تاریخ میگه دیوانه کامل شد، قاطی کرد. به قدری دیوانه شد که اون زمان که تیمارستان نبوده، ولش کردن تو صحرا، رفت تو صحرا مثل حیوان زندگی میکرد از فشار روانی که روش آمده بود. عبیدالله ابن عباس پس معاویه کیه؟ قاتل بچه هاش. معاویه کیه؟ کسی که ناموسش رو و زنش رو دیوانه کرد و آواره در صحرا. حالا این آقای عبیدالله ابن عباس سلشکر کیست؟ سلشکر امام مجتبی. 10,000 هم نیرو داره، هنوز هم نرسیده به خط جبهه، یعنی پوله. باید الان سرتاپا سلحشوری و شور و سوز باشه که لاقل انتقام بچه خودشو بگیری از معاویه. شبانه ماموران معاویه مخفیانه آمدن پیشش، گفتن معاویه میگوید 1,000,000 درهم به تو پول میدن، 500,000 درهم فردا صبح نقد، 500,000 درهم وقتی وارد کوفه شدم و حسن ابن علی را دستگیر کردم،
به تو 500 هزار بقیهش رو میدم. سپاه حسن ابن علی رو رها کن، شب بیا پیش ما، ول کن این لشکر رو بی صاحب. صبح لشکر بلند شدن که آقای سرلشکر فرمانده کل قوای امام مجتبی لشکر را آرایش نظامی بده حرکت کنه، میدن نیست. اه کو؟ گفتن رفت پیش معاویه. چرا؟ خریدش. سر عموی حضرت، استاندار امیرالمومنین، استاندار امیرالمومنین. لشکر رویشون رو باختند. دوستان اهل فضل ببینید، قیس ابن سعد ابن عباده از اصحاب رسول خدا بلند شد یه خطبه ای خوند که لشکر رو جمع جور کنه، چون لشکر خودشون باخته بودن. بلند شد گفت مردم خودتون رو نبازید، رفت گرفت به درک رفت. پدر او در جنگ بدر با اینکه عموی پیغمبر بود به جنگ با پیغمبر آمد. برادر بزرگ او عبدالله اموال بصره رو غارت کرد و برد با اینکه استاندار امیرالمومنین بود. اینم برادرش، این خانواده کلن اینجورین، پالانشون کجه. دلتون رو نبازید، محکم باشید در یاری امام حسن. همین چیزی که بنده دارم عرض میکنم که آقا اگر کسی خورد و برد در اینجا در عراق، اصلا اگر فردا فهمید عامل مامنیان فاسق و فاجر و عامل دست انگلیس و یهود و دوز، این هم یک دوز مثل بقیه بود، شما دست از دامن امیر المومنین علی بر ندارید. حق با علی و علی است با حق. من گرالوده دامنم چه عجب، حق با علی و علی است با حق. مردم خودتون رو نمازید، این دوست بود که بود، فروخ که فروخ. شما کمرتون رو ببندید، متزلزل نشوید، پریشان نشوید، متفرق نشید. بریم که با معاویه بجنگیم. معاویه که معلومه کیه، لشکر رو جمع جور کرد. اما معاویه فهمید که بالاخره نقشش گرفته. شب بعد چند نفر دیگر رو فرستاد، 10 نفر از فرماندهان ارشد این لشکر 10,000 نفری رو بعد از فرمانده کل خریدن. فردا صبح بازیدن فرمانده ها نیستن. فرمانده ها کجا رفتن؟ به معاویه پیوستن. دوستانش بیوفا و دشمنانش پرفریب، با کدامین سر کند، مشکل دوتا دارد حسن. از اون طرف امام حسن با 40,000 نفر راه افتادن، خبر میدن به امام حسن که این لشکر 10,000 نفری رفتن تا به سابات رسیدن. لشکر امام به مدائن دو مرتبه رسیدن، 40,000 نفر. خبر دادن که آقا سل لشکرتون خودشو فروخ، 10 نفر فرمانده اصلی هم خودشونو فروختن. امام در مدائن توقف کردن. معاویه یک عده‌ای رو به عنوان ستون پنجم فرستاد بین لشکر امام مجتبی. حضرت می‌فرمودن باید جهاد کنیم با معاویه، قیام کردیم و حتما جهاد می‌کنیم. اینا در بین لشکر می‌چرخیدن، می‌گفتن خبر ندارید اون عبیدالله ابن عباس که خودش رو فروخ، خود حسن ابن علی هم خودش رو فروخته و قرار صلح کنه با معاویه. اصلا امام قصد صلح نداشتن. اینا برافروخته میشدن که خب اگه قصد صلح داشت ما رو چرا راه انداخته، چرا ما رو آواره بیابونان کرده. کار به جایی رسید که امام مجتبی سلام الله علیه در خیمهشون مشغول نماز بودن، لشکر خود امام مجتبی شوریدن، ریختن داخل خیمه. سجاده حضرت رو در حین نماز از زیر پای حضرت چنان کشیدن که امام به صورت به زمین خوردن. از دست لشکر خودشون حضرت رو فراری دادن، یعنی دور حضرت رو گرفتن خواستان که نکشن حضرت رو. را افتادن برن منزل عموی مختار، ابو مسعود ثقفی، عموی مختار در مدائن، استاندار مدائنه. شب دارن میان، یکی از اینهایی که برای امام شوریدن کمین کرد، از کنار اسب امام مجتبی آمد خنجر رو بزنه به پهلوی امام مجتبی، حضرت رو بکشه. دستش در رفت، خنجر خورد به ران امام مجتبی، تمام ران را تا استخوان برید. یک ماه پای حضرت رو بستن در خانه عموی مختار حضرت بستری بوده. تو این مدت یک ماه بقیه رو خریدن 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 که خریدن. پول خرج میکرد معاویه، میخریدن. عربستان الان چجوری پول خرج میکنه؟ چجوری پول خرج میکنه؟ پارسال برادر عزیزمون این آقای شیخ زاکی زاکی در اربعین یه حرکت عظیمی رو انداخت، گفت حالا که شیعیان همه دارن میرن طرف کربلا، شما که نمیتونید در کجا
در نیجریه افریقا. شما که نمیتونید برید کربلا، هر شیعه ای در هر کجا هست 10 میلیون نفر رویشون شیعه کرده. بیایید به طرف حسینیه امام زمان که حسینیه خود ایشونه، 10 میلیون جمعیت رو افتادن رفتن به طرف این حسینیه. فیلماشو من دارم، فیلماش هست. عربستان ترسید، دستور داد به نیجریه پول سنگینی داد که دمار از روزگار اینا در بیارید. بعد اربعین آمدن با پول زر حسینیه رو خراب کردن، 6 تا پسرشون رو کشتن، 1000 تا شیعه رو کشتن و سر بریدن. که اگه فیلم های سر بریدنش رو میبینید دیوانه میشه انسان که چطوری اینا رو سر میبرن. گودال کندن، گودال عمیق مثل مرغ میان سر اینها رو یکی یکی میبرن و اینا رو چنان ترسوندن که چیکار بکنن دیگه. خودشون میان، من حالم چند روز بد بود چون میدیدم خود این شیعیان میان دم گودال دراز، خودش میاد دم گودال دراز میکشه، خودش گردنشو میگیره بدون اینکه کسی، و اینا یکی یکی کارت میکشه میندازه، کارت میکشه میندازه. یارب فرج امام ما را برسن، آن صاحب انتقام ما را برسن. عربستان چجوری داره پول خرج میکنه؟ پول داعشو کی میده؟ خدایا به حق امام حسین، به خون امام حسین، به حق این علی ابن مسرسا، به دستای بریده ی ابوالفضل، به آه زینب کبرا، ما را بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، ما را از این امتحانهای سخت سربلند بیار. آقا میدانی که مثلا فرض کن فلان پولی که داری قرض میگیری سود داره و رباس، چرا میگیری؟ چرا میگیری؟ این امتحانه. تو رو زندون به جگر بگذار. و من یتق الله یجعل له مخرجا. برگردیم به بس. خریدن به قدری خریدن که آخرش اشراف بیشرف کوفه، خدا میداند دل من به این نکته خیلی میسوزه، نامه نوشتن به معاویه که حالا امام مجتبی قیام کردن، 6 ماه قیام کردن، 6 ماه لشکرکشی کردن، اما لشکرکشی به علت خیانت یاران فشل شد، از بین رفت، لشکر پراکنده شد. آخرش اشراف بیشرف کوفه نامه ای نوشتن به معاویه که هر وقت تو دستور بدهی ما حسن ابن علی و برادرش حسین را به تناب بسته دستگیر کنیم، با دست قفل شده تحویل تو بدیم. معاویه هم که فهمیده بود تمام لشکرشو خریده، فرمانده‌هاشو خریده، راه افتاد به طرف کوفه. نزدیک کوفه رسید، چه کنند؟ در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. معاویه به دنبال چی بود؟ معاویه به دنبال جبران فتح مکه بود. وقتی که پیغمبر اکرم مکه رو فتح کردند، پدر معاویه ابو سفیان و خود معاویه و برادر بزرگ معاویه یزید ابن ابی سفیان و کل بنی امیه، امرؤاس و دیگران، همه اینا اسیر پیغمبر شدن در فتح مکه. پیغمبر میتوانست اینها رو به بردگی بفروشد، میتوانست به زندان بیفکند، میتوانست گردن بزند، هر کدومش هم انجام میداد. تاریخ میگفت کار درستی کرده، چون اینها بودن که جنگ بدر رو به وجود آوردن، جنگ احزاب رو به وجود آوردن، جنگ احد رو به وجود آوردن. سالها آنچه که میتوانستن در برای کشتن پیغمبر انجام داده بودن. با حکم قانون جنگ زدی ضربتی ضربتی نوش کن، اگر پیغمبر اینها رو میکش یا میفروخ به اسارت در بازار برده فروشی، هیچ کار خبط و خطایی نکرده بود و تاریخ میپذیرفت این مطلب را. اما پیغمبر اکرم وقتی که وارد مکه شدن، اینها ترسیدن، هراسیدن، فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، برید پیکارتون، برید، تعبیر بنده البته، گم شید. مهر ننگ به صورت اونها زد، به جبین اونها زد، برید که من شما را آزاد کردم. اینها شدن طلقا، معروف شدن به طلقا. لذا زینب کبرا وقتی یزید چوب میزد در اون لحظه ای که چی بگم و چه جوری بگم، فرمود یبن الطلقا امن العدل یبن الطلقا، از عدالت است تخدیر و که بنات که و سبایاک و تصفیق و که بنات رسول الله، که زنان خود را در پرده بنشانی ای پسر طلقا، و دختران رسول و ناموس رسول خدا را که ما هستیم بازار به بازار به چرخانی. طلقا طلقا، اینا ننگ خورده بودن که طلقایند. معاویه فرصت رو پیدا کرد، گفت الان که به کوفه رسیدم، اگر کوفه رو فتح کنم که میکنم، حسن ابن علی و برادرش را
حسین ابن علی و این جوانان و این مجموعه بنی هاشم رو بگم اذهبوا فانتم الطلقاء، جبران اون ننگ فتح مکه رو کردم، گردنشون رو بزنم، به مراد خودم رسیدم که ریشه این درخت بنی هاشم رو از بیخ و بن کندم، به زندانشون بیفکنم میتوانم، به بردگی به فروشمشون میتوانم، چون خود مردم کوفه اشرافشون که من خریدمشون گفتن ما تحویلت میدیم دست بسته. نقشش کامل گرفته بود، یعنی موقعیت کامل بود. ممکنه یک کسی سوال بکنه که آیا واقعا به دنبال جبران بود معاویه؟ بله. از کجا میگید؟ از این که شما ببینید چقدر به دنبال جبران بودن. جنگ بعد سال دوم هجریه، عاشورا سال چندمه؟ سال 61. تا اسرا رفتن به شام 62، 59 سال گذشته از جنگ بعد. وقتی سر ابی عبدالله رو گذاشتن در مقابلش، چوب رو که برداشت گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو، کاش اجداد من که در بدر به دست علی کشته شده بودن امروز می دیدن. جزع الخزرج من وقع الاسل لأحلو واستحلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشل، کاش اجداد من که 59 سال پیش کشته شدن دست علی امروز می دیدن، منی که چوب می زنم به لب و دندان پسر علی می گفتن یزید دستت شل مباد که خوب می زنی. بعد 59 سال تا چه برسه که در زمان معاویه و صلح معاویه با امام مجتبی چند سال گذشته بوده از بعد؟ 38 سال. معاویه به دنبال جبران این ننگ تاریخی برای بنی امیه بود. امام مجتبی با انعقاد قرارداد صلح پنجه های خوناشام خونین معاویه را در حنا گذاشتن، نمیتونست دیگه بکشه حضرت رو، بنی هاشم رو نمیتوانست بکشه، نمیتونست اسیر بکنه، نمیتونست به زندان بیفکنه، نمیتوانست به بردگی بگیره، نه بنی هاشم رو نه شیعیان درجه یک رو. ولی وقتی که انسان معرفت امام نداشته باشه، نتیجهش این میشه که نزدیکترین یاران امام مجتبی گفت با اسب آمدم، خودش میگه ایستادم، امام مجتبی نشسته بودن، گفتم السلام علیک یا مذل المؤمنین، کاش ای حسن مرده بودی و صلح نمیکردی، و کاش ما مرده بودیم و صلح تو را نمیدیدیم. افراطیگری یعنی این. وقتی آدم افراطیه، امامش یک کاری رو انجام داده میاد و نمیفهمه. اینا آدم های خوبی بودن، نه که آدم های بد نیت بودن، از بهترین شیعیان، نامشون رو خجالت میکشیم بگیم، از بهترین شیعیان بودن، از بهترین فرماندهان حضرت بودن، از بهترین فرماندهان امیرالمومنین بودن. اینا از افراد خود فروخته نبودن، نمیتوانستن تحمل کنن امام مجتبی با معاویه سر یک سفره دست بدن، امام مجتبی بیعت کند با معاویه. امام مجتبی گفتن یا مذل المومنین، کاش مرده بودی این روزو ندیده بودی. امام فرمود که سلام بر تو، از اسب بیا پایین بنشین. گفت خجالت کشیدم نشستم. فرمود مگر نشنیدی این حدیث را از جدم رسول خدا که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا؟ گفتم بلی ابن رسول الله شنیدم. فرمود من امام تو هم، چه قیام کنم و بجنگم، چه صلح کنم و کوتاه بیام. گفتم معذرت میخوام، من نفهمیدم. دوستانش بیوفا و دشمنانش پرفریب، با کدامین سر کند مشکل، دوتا دارد حسن. پس دقت بفرمایید، امام مجتبی 6 ماه قیام کردن، قیامشون 6 ماه طول کشید، بعدش صلح کردن، 10 سال با معاویه در صلح بودن، به مدینه برگشتن و ساکت ساکت بودن. اونها از شیعیان می کشتن، معاویه دستور داد روی منبر پیغمبر در مدینه فحش به امیرالمومنین بدهن، فحش به امیرالمومنین بدهن و سب کنن و لعن کنن. امام مجتبی توی مسجد بودن، خطیب روی منبر به امیرالمومنین لعنت میکرد.
بعضی از اصحاب امام میخواستن حرکتی صورت، امام میفرمود ساکت باشید. والله صلحی که من برای شما کردم از آنچه که آفتاب بر او میتابد بهتر است برای شما. والله مسئله من با شما مسئله خضر و موسی است، شما حکمت کار من را نمیدانید. والله اگر من صلح نمیکردم معاویه یک نفر شیعه باقی نمیگذاشت و همه رو میکشت تا ریشه تشیع را بکند. گر نمیکرد حسن صلح به والله نبود یک نفر زین همه شیعه که به طول زمان است. فرماندهان حضرت نشستن، معاویه هم نشسته. امام مجتبی قرارداد صلح رو نوشتن، دست دادن با معاویه و بیعت کردن. امام حسین هم دست دادن و بیعت کردن. فرمود من تو را خلیفه ای رسول خدا نمیدانم، انما الخلیفه من سار به سیرت رسول الله، اما تو به جبر و ظلم و زور بر ما غالب شدی، امارت و حکومت رو به دست گرفتی. طبق این قرارداد ما با تو بیعت میکنیم و صلح میکنیم. صلح کردن. امام به فرماندهان لشکر خود فرمودن با معاویه بیعت کنید. یکی یکی بیعت کردن. یکی از این فرمانده ها امام میفرمایند بیعت کنید. برگشت به امام حسین نگاه کرد که اینی چیکار کنیم، واقعا با معاویه بیعت کنیم، با معاویه دست بدن. امام حسین بر سر او سیه زدن، فرمود ویحک، وای بر تو الحسن و امامی، به من حسین نگاه میکنی، حسن امام من است، امام من به تو دستور داده، چرا تأمل کردی، چرا درنگ کردی، چرا معطلی، بیعت کن. 10 سال امام مجتبی تقیه کردن، 6 ماه قیام کردن، 6 ماه قیام 10 سال قعود. امام حسین بعد از امام مجتبی 10 سال قعود کردن، نشستن، تکان نخوردن در زمان معاویه، قیام نکردن، زیر بار دیکتاتوری و استبداد و اختناق معاویه بودن، 6 ماه قیام کردن. جالبه ها، از جهت تایم و زمانی هم هر دو یکی هن. یعنی هر دو 10 سال قعود دارن، هر دو 6 ماه قیام دارن، جز این که اون اول این آخره. اما 10 سالی که امام با معاویه مدارا کردن، معاویه نمیتونست امام رو ببینه، باید امام رو یه جوری از پادر می آورد تا زمینه کم کم برای یزید ساخته بشه. میدانی چی کار کرد؟ جعدت ابن اشعث ابن قیس زن امامه، البته یکی از همسران امام بود، با او پیغام فرستاد که اگر حسن ابن علی را با سمی که می فرستم مسموم کنی، من کاری می کنم تو زن یزید باشی و 10,000 درهم باز پول، 10,000 درهم به تو پول می دهم، به تو زن، زن یزید هم خواهی شد. سم می فرستاد. تاریخ رو ببینید، برای اینکه این سم رو بفرسته کسی رو معاویه فرستاد پیش قیصر روم، سفیر رو فرستاد بره پیش قیصر روم بهش بگه قوی ترین سمی که در بلاد شما هست به من بفروش. قیصر وقتی که سفیر معاویه آمد گفت سم رو برای چی میخواد؟ این ناجوان مردیه که به سم کسی رو بکشن. گفت معاویه میگه این سم رو من بده، پولش هر چی باشه میدم، سم میباشه که طرف خورد تکه تکه کنه وجود او رو. سفیر روم گفت ما سمی داریم که اگر در آب دریا بریزن گویا ماهیان دریا را میکشه. وقتی کسی تاریخ میکنه، خب عرض میکنم یک عده‌ای هرچی در کتب مختلف ببینن همه رو باور میکنن. اگر مربوط به حدیث امام صادق و تاریخ اهل بیت باشه، میبینی ریگ تو کفششه، میگه اینا خرافاته. مثلا میگه آقا این چه سمیه که اگه توی دریا بریزن تمام ماهیان دریا رو میکشد. خب بعید نیست، شما در زیستشناسی خوندید، این دوستانی که رشتهش تجربی بوده در کتاب زیستشناسیتون خوندید که در این کنسرو های مختلف کپکی است به نام بوتولونیوم که این سمی رو تولید می کند که 5 گرم این سم می تواند کل جمعیت دنیا رو بکشه. این نخوندی؟ در زمانی که ما دبیرستان می رفتیم، سال دوم دبیرستان، کتاب دبیرستان رو می داشت. و از عنایات و لطف خدا اینه که همین کپک به این خطرناکی با سم خطرناکی در 20 درجه حرارت ترکیب شیمیاییش از بین میره و لذا میگن کنسرو رو داغ کنید هر چی که باشه، و اگر بالا پایینش متورم شده باشه به هیچ عنوان استفاده نکنید.
پس ممکنه یه سمی باشه. اگه نمیگید که آقا بوتولونیوم اسم کپک جمعه، اگه یادتون باشه، این میتواند جمعیت دنیا رو همین مقدار سم 5 گرمی بکشه. اون چیز عجیبی نبوده که یه سم از او خواسته. گفت نمیفروشم، این ناجوان مردیه. معاویه تحریکش کرد، به سفیرش گفت بهش بگو من این سم را برای پسر کسی میخواهم که پدرش علی ابن ابی طالب بود و جدش همون شخصی که اسلام رو بنا گذاشت و شما رو شکست داد و ممالک شما رو نابود کرد، لذا به من بفروش. او راضی شد، سم رو به سفیر معاویه داد، سم رو فرستادند، به جعده رسانیدند. امام مجتبی پدر و مادرم به قربانش روزه بودند، سم رو در کوزه ریخت. یه شاعر آذری شعر قشنگی داره، میگه این خود تمام کائنات لحظه ای که دست امام مجتبی رفت به کوزه برداشتن، همه ی کائنات صدا می زدن حسن بگذرین کوزه و منوش. مکرر امام مجتبی رو مسموم کرده بود معاویه، هر دفعه که مسموم می کرد امام مجتبی رو، برای همین گفت این سری یه سمی بده که پاره پاره کنه جگر او رو. هر دفعه که مسمومشون میکردن، خب کسی که مسموم شده حالا تهوع میگیره دیگه. به محض اینکه مسمومشون میکردن، خواهرش رو صدا میزدن، مایعات به حضرت میخوراندن، حضرت برمیگردوندن، سمه دفع میشد، چند روزی بستری میشدن از نقاهت، باز حالشون مرتب میشد. اما این مرتبه سم که به کام حضرت فرو رفت، حال حضرت به قدری وخیم شد که فرمود برید بگید خواهرم زینب بیاد. تا زینب کبرا خبر دادن که بی بی جان باز داداش جونتون رو مسموم کردن، دوان دوان و فریشان آمد. عزیز دلم، فوری بی بی رفتن تشت آوردن، گفتن شاید این مرتبه هم برگردونه برادرم خوب بشه. اصرار کردن که آقا برگردونید سم رو. همین که دهان نازنینش رو باز کرد، زینب ببیند لخته های جگر از حلق به دامن میریخ. آری پرپر شدن لاله به روی چمن است. برخی از مردان خدا حضرت زهرا رو در برخی مکاشفه ها دیدن، بی بی گله کردن، فرمودن مگر حسن پسر من نیست؟ به خدا نوگل من مظلوم است، حسن از زهر جفا مسموم است. حسنم طعنه بسیار شنید، حسنم هیچ کسی یار نداشت. یا فاطمه تو زهرا، صدقه سر حسن دیگه چیزی امشب به ما بده. خیلی چیزی هم نمیخوایم، یه 40 به اینا بده. حضرت عباسی، اونایی که سال گذشته و سالهای قبل رفتین 40، میتونید امسال تصور بکنید 40 باشه و شما اینجا مونده باشید؟ میتونید؟ واقعا باورتون میشه؟ الان نیت کن یا ای خدا اگر اجازه بدی 40 برم این سفر از نجف تا کربلا به نیابت امام حسن و قاسمش پیاده برم. خیلی امام حسن مظلوم. زینب کبرا چیزی دیده که عالم ندیده، گفت خودم دیدم که بالای بلندی. زینب کبرا جایی بوسیده که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. خب امام حسن هم یک کوچه ای دیده که هیچکی ندیده. امام حسن هم توی لحظه صورت مادر رو بوسیده که هیچی نبوسیده، دست مادرشو گرفته از خاک بلند کرده، خاکای شادر مادرشو تکونده، صورتشو بوسیده، گفته مادر بیا بری. عجب ارسی تو مادر جان از این باغ فدک بردی. تشت تشت دیگه نگم دیگه.
گفت رفتم ملاقات امام مجتبی، لحظه‌ای که مسمومشون کرده بودم وحشت کردم، دیدم لخته‌های جگر حضرت توی تشت حضرت یه چوبی برداشتن اینا رو پس و پیش میکنن. خیلی گریه کردم، گفتم آقا چرا نمیگی دکتر میاد؟ فرمود چی میگی؟ مگه نمیبینی؟ بگم دکتر بیاد این لخته‌های جگر منه تمام شدم، اجل رو مگر دکتر میتواند معالجه کند؟ زینب مقابل نشسته زار میزده موهاش بریشون، گفتن برید بگید خودشون، گفتن داداشم حسین بیاد باید وصیت کنم. نصف شب آمدن گفتن آقا بیا که داداشتو کشتن. امام حسین همین جور دوان دوان نمیدونم کفش باشون کردن نکردن، دویدن کوچه‌های مدینه رو تا به در خانه امام مجتبی رسیدن. در اتاق رو که باز کردن، واقعا این عبارت مقتل اینه، تا چشمش به امام مجتبی افتاد و خواهر رو به اون وضع دید و تشت رو به یک لحظه که دیدن، اول کاری که کرد عمامش رو به زمین کوبید. عمامه افتخار عربه، تاج عربه، یعنی بیچاره شدم. نداره که از دم در امام حسین به طرف امام حسن رفتن، داره رما نفسه، یعنی خودشو پر کرد تو بغل امام مجتبی. هر دو امرو تنگ چسبیدن به بغل هم. فبک آساعتن هر دو، فبک یا ساعتن، هر دو گریه میکنن گریه میکنن. امام جگرش مانه پاره شده، امام مجتبی ضعف کردن، داشتن از حال می رفتن، بازوهای امام حسین گرفتن از خودشون جدا کرد. فرمود ما یبکی که یا ابا عبدالله، عزیزم چرا انقدر گریه می کنید؟ زار زد امام حسین، فرمودن آه چطور گریه نکنم، می بینم جگرتو پاره پاره کرد. قارت زده کسی نیست که اموالش رو ببرن. قارت زده منم که برادری مثل تو رو دارم از دست. حسن جان همه جا با هم بودیم روی دوش پیغمبر زیر عبا و کسا. سر سفره مادر، کنار مادر، شب با هم میخوابیم. روزی که آتش زدن خانمون رو با هم دنبال مادر دوم. یه جا من فقط تنها بودم، تو نبودی. وقتی بابامون بدن مادر رو میشست با هم بودیم، که دفگر با هم بودیم، 25 سال خانه نشینی بابا رو با هم دیدیم، جنازه بابا رو از محراب با هم آوردیم. چطور من بی تو تنها باشم حسنا؟ گریه کرد، همه تون میدانیم گریه کرد که من بر تو گریه باید بکنم، بعد از تو عشرتی ندارم، بعد از تو شادی ندارم. همه تون میدانید امام حسن چی کن برمون. نه عزیز دلم، لا یوم که یوم که یا عبدالله. دیشب دم داد همه جا کربلا، همه جا نینوا. خدا رحمت کنه حاج احمد دلجو این دم رو میداد. من بهش گفتم نگو همه جا کربلا، هیچ جا کربلا نمیشه، نگو همه جا عاشورا، هیچ جا عاشورا نمیشه. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. درد ما کربلا، داغ ما نینوا. فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. عزیز دلم، من الان سرمو به دامن تو میگذارم جون میدم، اما سر تو به رو روی خایا. سر تو کسی به دامن نمیگیره، اما از پشت شب چشمش روی ببرد. عزیزم من زیر سقفم، سه روز بدن زیر آب. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسینم من رفتم، امام مجتبی حدود 10 پسر داشتن، پسران رشیدی هم سن سال علی اکبر داشتن، اما 2 بچه امام مجتبی خیلی صغیر بودن، یکیش قاسم بود مثل گل، پسر بچه 3، عبدالله هم تازه دنیا آمده بود. یعنی عبدالله فاصله این شهادت امام حسن با کربلا چند وقته؟ 10، عبدالله هم تو کربلا 10، این تازه به دنیا آمده بود، یکی 2 ماهه بود.
گفت حسینم من رفتم هوای بچه ها گذاشته. ده سال به والله به ابوالفضل به زهرا به قرآن قسم امام حسین صدها بار بیش از بچه های خودشون به عبدالله و قاسم میرسید. همیشه این قاسم عبدالله روی زانوی امام حسین بود. عبدالله که اصلا باباشو ندیده بود، اصلا باباشو ندیده بود. الان من نوام یتیمه سید حسنم. خب از الان کم کم خاموش نکن. چرا؟ چرا؟ نه خاموش کن رئیس جهتی، خاموش کن. آره هیچ چراغی تو بقیه نیست. شب امام حسن بذار خاموش بشه. یا ابا محمد یا حسن ابن علی فرض کن الان دقیم ایو المجتبا یا ابن رسول الله ایو الکریم و ابن الکریم خدا لعنت کنه آل سعود رو، خدا ریششون رو بکنه، خدا به قهر ابوالفضل ریشه آل سعود این حرومزاده ها رو بکنه. من الان بچه یتیم دارم، نوام یتیمه، پدرش از دنیا رفته، الان 3-4 سالش. خب ما کم کم داریم اینو آشنا میکنیم دیگه، هم طرف پدرش هم طرف ما. یعنی چی؟ یعنی کم کم عکس باباشو نشون میدیم، میگه ببین، میگه این کیه بابای این کیه، میگه این باباته، میگه پس کو بابا، میگه هیچی حالا فقط ببین. اگر فردا بزرگتر بشه دلش تنگ بشه میگه این عکس باباته. هر بچه‌ای کنجکاو ببینه باباش کی بوده، شکلش چی بوده. خب الان عکس هست، فیلم هست نشون میده، اون زمان که عکس تصویر نبوده. این هیچ سوال میکرد از مادرش عبدالله که بابام چه جوری بوده. عموم که خیلی خوشگله، اون عموم که ما بابای من چه جوری بوده. میگفتن بابات یوسف میگفتن بابا وقتی میمده تو کوچه رامندان میشده از بس نمایش میکنه. خیلی علاقه داشت باباش، بابام، بابا. اما تمام عمو براش هم باباس هم پدر، اصلا جای خالی رو حس نمیکرد. خدا میدونه این عبدالله به امام حسین چقدر علاقه داشته. من چرا حرف مفت بزنم؟ در وداع آخر که امام حسین خواستن برن، زینب و کبرا رو خواستن، سفارش همه بچه ها رو کرد، از رقیه، از سکینه، همه 85 تا زن و بچه‌ن. بعد از اینکه سفارش همه رو کرد فرمود زینبم، خواهرم، عزیز دلم، این عبدالله یه چیز دیگریست. این عبدالله خیلی به من وابسته است. الانی که من میرم میدان بگو مادرش اینو ببره داخل خیمه، اینو محکم بچسبید، نذارید این از خیمه بیاد بیرون، کار دست خودش میده. گریه کرد بیبی، گفت چشم آقا تو برو با خیال راحت برو. کار من همینه دیگه. شعر ما گفتیم و خیلی سوزناکه. کجا داری میری؟ چرا منو نمیبری؟ حسین این دم آخری چقدر شبیه ماده. این شعر ما گفتیم، اما زینب کبرا شعر احساس ماست. اما زینب کبرا گفت کجا داری میری؟ شعر خودم میخونم و اگه شد برام بخون، دلم آتیش میزنی. خب اما زینب کبرا نگفت کجا میری، گفت برو داداش، برو عزیز دلم، با دل محکم برو، من میمونم، همه غما رو بذار روی دوش من. تو دلت نرزه، نمیگذارم تازیانه بهشون بزنم. اگه قراره بخوره به جون من میکنه، نه به جون رقیه. از عبدالله هم نگران نباش، برو. آقاتش بردن،
وداع آخر عبدالله رو بردن داخل خیمه، این همین جور داره ولول میزنه. وقتی که حضرت می جنگیدن هر از چندگاهی می آمدن روی بلندی فریاد می زد با تمام صدا لا حول ولا قوت الا بالله، صدا می رسید به خیمه، خانم های کمی آروم می شدن، دل زینبی کم آروم می شد. می گن وقتی در سختی و غم و اوج غم هستی بگو لا حول ولا قوت الا بالله. عبدالله صدای عمو رو که می شنید آروم می شد، لا اله الا الله، خدایا کمک کن، یا زهر خواهید از سن نگیم، ها من آمدم نگیم، بخالی نخالی روز عبدالله رو بخاله. یک وقت فضا سنگین شد، یعنی صدا به گوش نمیرسه دیگه، یک سکوت سمگینی سنگینی تمام کربلا رو فرو گرفته، رنگ خانوم ها پریده، رنگ رباب پریده، رنگ سکینه پریده، بدناشون میلرزه، دلاشون به تپش افتاده، الهی چرا صدا نمیاد؟ یک وقت عمه سادات از خیمه زدن بیرون، رفتن بقیه استرابشون بیشتر شده، خدایا چه خبره؟ این بچه ای میپرسه که مادر چرا صدای عموم نمیاد؟ عموم، عموم، عمم کجا رفت؟ سر امام مشتباس تمام نیرو تمام انرژی تا میخوان به خودشون بجنبن در رفت دست مادر، بیان بگیرنش از خیمه زد بیرون. تو مختن داره آیا میشود گوشواره به گوش بچه پسر کرد؟ بله، تو روایت داره بچه پسر نه به عنوان دخترانه، حلقه میشود به گوششون کرد. قدیمی ها بچه هاشون رو حلقه به گوش میکردن، میگفتن امام حسین این غلامه حلقه به گوش شده. تو مقتل داره از خیمه زد بیرون، می دوید حلقه عرض می کرد گوشوارش تو گوشش تکون می خورد، چپ و راست رو با استراب نگاه می کرد، دریالش کرد، هیچ خبری نیست، عمو نیست، اسب عمو نیست، هیچ خبری نیست. این ور اون ور دید جو یک بلندی عمش دو دستی داره به سر خودش، دوید و دوید گوبر خبری از اونجاست، رسید بالای همین تل زینبی، رفتی کربلا؟ آی بیچاره از کسی که تا حالا کربلا نرفته، بدبخت کسی تا حالا با این همه راه باز بوده 20 سال دیگه راه بازه کربلا نرفته باشه. ای خدا هر کسی که کربلا نرفته به حق عبدالله ابن حسن امشب براش بنویس در جمع. خدا اینایی که رفتن اینا تشنه ترن، خدایا اینا قول میدن بیان اینجا الان نظم میکنن، اگر قسمت کنی به زودی بیان، خدا قسمتتون کنه روز عاشورا برید تل زینبیه. اگه رفتی دو سه ساعت بعد از اذان صبح برو روی تل زینبیه فقط به سرت بزن. تا رسید بالا دقیقا لحظه رسیده که بی بی از بالا نگاه میکنن، اینا دور حضرت رو گرفتن، نمیتونم بگم چجوری دور حضرت رو گرفتن. امام زمان در زیارت ناحیه عرض میکند یا جدا فعهد قوب کمن کل الجهاد، دورت رو گرفته بودن، تو تمام بدنت زخمی بود و به چپ و راست میچرخیدی، عرق مرگ بر پیشانی تو نشسته بود یا جدا فعز خنوک بالجراح، ترجمه نمی کنم، از خنوک بالجراح. صافی رو دیدی چطوری سوراخ سوراخه؟ و از خنوک بالجراح. همون لحظه عبدالله رسیده از زیر خنجر شم، تا دید عبدالله فریاد زد یا اخدا خوزی بگیر عبدالله زینب. بیبی مچه دستشو گرفتن، هی خودشو میزنه به زمین، امه بلم کن، امومو کشتن، امومو کشتن، دارن میزنن امه. دستش سر خورد، دست زینب آزاد شد، دوید به طرف گودی، هرچی زینب دوید پشت سرش نرسید، خودشو پرت کرد رو بدن امام حسین، تک تک زخمهای پیشانی و لب، لب پاره است، زبان پاره است، شروع کرد لب و دندان ابی عبدالله رو بوسیدن، هزار میزد ابو چی کارت کردنم سینه ابی عبدالله سوراخه، یه حرومزاد شمشیر رو بالا برد بزنه،
برگشت این استخوان نحیف رو بالا آورد، گفت حرامزاده عموی منو میخوای بکشی؟ رحم نکرد، یا زهرا یا زهرا یا فاطمه، شمشیر رو پایین آورد، استخوان نحیف قد شد، قلم شد، به پوس آویزان شد. بچه توی درد مادرش صدا میزنه، بابا که نداره، وای مادر. علی عبدالله چنگش زدن، به سینه چسبانیدن، داره از درد دست و پا میزنه، مثل یه مرغ سرکنده دست و پا میزد از درد. فرمود عبدالله عزیز دلم آرام باش، الان بابا تو میبینی. الهی ارمنه آخر بسوزی. گل سینه با سوزن به سینه وصل میشه. از چند قدمی عبدالله رو به سینه یه امام صدوق. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم. بقیهشو بگم دلداری، در خلوت خودم گریستم، فکر کردم اون لحظه ای که از آمدن با صبح از آروی سینه رفتن، عبدالله کجا بود؟ حسین حسین. فقط رباب نبود که سر کوچک علی اصغر رو روی نیزه نشان میداد، مادر عبدالله میگفت بیرون.